سرخط خبرها، بازگشت بیش از 7000 مهاجر از ایران. هجار کره شمالی به امریکا، وضعیت به خط سرخ رسیده. طالبان در پنجشیر 5 تن به شمول 2 نظامی پیشین را بازداشت کردند و همچنان در پایان بازداشت گلبدین از سوی طالبان و حمله پهپادی بالای طالبان در داخل کفایت سنتر. برای اولین بار جبهه مقاومت طالبان را در قلب شمال تارمار کرد. طالبان از افزایش برگشت مهاجران افغانستان از ایران خبر داده و میگویند که تا یک هفته بیش از 7000 مهاجر از ایران به کشور برگشتند. رسانه‌های نزدیک به طالبان گزارش دادند که در جریان یک هفته بیش از 7000 مهاجر افغانستانی از ایران به کشور برگشتند. مولوی صدق‌الله نصرت، رئیس مهاجرین طالبان در ولایت نیمروز، گفته که در جریان یک هفته گذشته بیش از 7000 مهاجر افغانستان از ایران برگشتند. رسانه‌های نزدیک به طالبان میگویند که از 8 تا 14 دلو ماه جوری تعداد 7612 مهاجر افغان از راه ابریشم به افغانستان برگشتند. این در حالی است که برای کار آمدن این گروه صدها هزار شهروند افغانستان کشور را ترک کرده، به خارج از کشور به خصوص کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان مهاجرت کردند. سازمان ملل متحد گزارش داده که تنها تا یک سال گذشته 250,000 مهاجر افغانستان وارد پاکستان شدند. هشدار کره شمالی به امریکا، وضعیت به خط قرمز رسیده است. پس از برگزاری رزمایش نظامی مشترک کره جنوبی و امریکا، کره شمالی میگوید رزمایش نظامی امریکا وضعیت را به خط سرخ رسانده است. وزارت خارجه کره شمالی در روز پنجشنبه بیانیه‌ای را ارسال کرده است که رزمایش مشترک امریکا و متحدانش در این شبه جزیره وضعیت را به خط سرخ رسانده است. این در حالی است که وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرده که روز گذشته این کشور و امریکا با بمب‌افکن‌های B-1B و جنگنده‌های رادارگریز رزمایش مشترک نظامی برگزار کردند. طالبان در پنجشیر 5 تن به شمول 2 نظامی پیشین را بازداشت کرده است. منابع ملی در ولایت پنجشیر از بازداشت شدن 5 تن به شمول 2 نظامی حکومت پیشین از سوی طالبان در این ولایت خبر می‌دهند. منابع روز شنبه در صحبت با روزنامه 8 صبح می‌گویند که طالبان این افراد را 3 روز پیش از منطقه کرامان و ولسوالی دره به اتهام داشتن سلاح بازداشت و به جای نامعلوم منتقل کردند. سیام نایاب، جبهه مقاومت ملی، در حمله دیشب بر یک بازگاه طالبان در جبل سراج پروان 6 طالب کشته و زخمی شدند. این حمله به رهبری حامد سیفی انجام شد و به نیروهای جبهه مقاومت تلفات وارد نشده است. آماج نیوز، جبهه مقاومت، در حمله دیشب در پروان 6 طالب کشته و زخمی شدند. جبهه میگوید که شب گذشته در حمله چریکی بر یک بازگاه طالبان در منطقه تاجکان جبل سراج ولایت پروان به رهبری فرمانده حامد سیفی 2 طالب کشته و 4 طالب دیگر زخمی شده است و به نیروهای این جبهه آسیب نرسیده است. رزاق مامون، حمله پهپاد به کفایت سنتر، 3 طالب در منزل پنجم کشته شدند. احتمال دستگیری گلبدین حکمتیار، 2000 نفر از بستگان حقانی به امریکا رسیدند. حکمتیار بعد از آن که از منبر نماز جمعه علیه سیاست های طالبان در مورد زنان انتقاد کرد، فریکسین حیبت الله از وی خواسته بود که یا به نام امیرالمومنین خطبه بخواند یا دم و دستگاه خود را تعطیل کند. در حمله پهپاد به مجتمع کفایت سنتر واقع سرک دارالامان مقابل ولسی جرگه، 3 عضو ارشد طالبان در خانه هایشان کشته شدند. گزارشی بود از رزاق مامون. تأکید ریشی سوناک به ارسال سریعتر کمک‌های نظامی به اوکراین. هفته گذشته شماری از نیروهای اوکراینی برای آموزش کار با تانک‌های بریتانیایی چلنجر 2 وارد این کشور شدند. ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، روز شنبه درباره راهکارهای تقویت ارتش اوکراین در برابر تهاجم نظامی روسیه گفتگو کردند. رهبران دو کشور بر ضرورت ارسال سریعتر کمک‌های نظامی به کیف تاکید کردند. دفتر نخست وزیر بریتانیا روز شنبه 4 فوریه در بیانیه اعلام کرده است که نخست وزیر تاکید دارد که تجهیزات نظامی بریتانیا در سریع‌ترین زمان ممکن باید به خط مقدم نیروهای اوکراینی برسند. در بیانیه روز شنبه دفتر نخست وزیر بریتانیا اشاره شده است که دو طرف توافق دارند متحدان بین‌المللی باید از فرصت کنونی برای ارسال سریع‌تر کمک به اوکراین
و بیرون راندن نیروهای متجاوز روسیه استفاده کنند. پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر این که نیروهای روسیه قصد دارند همزمان با نخستین سالگرد تهاجم نظامی به اوکراین مجموعه حمله‌های تازه‌ای را ترتیب بدهند. ظرف هفته‌های گذشته مقام‌های ارشد اوکراین بارها اشاره کردند که روند ارسال کمک‌های نظامی به ویژه تجهیزات سنگین باید تسریع شود. در اسپیج دولت آمریکا به طور رسمی اعلام کرد که برای تقویت توان دفاعی اوکراین 31 تانک پیشرفته M1 آبرامز را در اختیار اوکراین می‌گذارد، اما استفاده از این تانک‌ها در میدان نبرد زمان‌تر است، با این معنا که نمی‌توان انتظار داشت طرف چند ماه آینده به خط مقدم اوکراینی‌ها برسند. در این میان بریتانیا نیز برنامه‌های آموزشی نیروهای اوکراینی را گسترش داده است. هفته گذشته شماری از نیروهای اوکراینی برای آموزش کار با تانک‌های بریتانیایی چلنجر 2 وارد این کشور شده است. ریشی سوناک در جریان دیدار با سربازان اوکراینی از تلاش‌ها و شجاعت این سربازان برای نجات کشورشان قدردانی کرد. در میان متحدان غربی که بریتانیا نخستین کشور است که تانک‌های پیشرفته خود را برای استفاده در برابر نیروهای روسیه به اوکراین فرستاد، آلمان هم قصد دارد شمار از تانک‌های لیوپارد خود را در اختیار نیروهای اوکراینی قرار بدهد. وزارت خارجه چین اساساً قرار نبود بلینکن به پکن بیاید. وزارت خارجه چین در واکنش به لغو سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به پکن مدعی شد اساساً انجام چنین سفر از قبل برنامه‌ریزی شده نشده بود و یک از طرف‌ها هم این سفر را اعلام نکرده بودند. بنابر گزارش‌ها قرار بود وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه با هدف کاهش تنش‌ها میان چین و آمریکا از پکن دیدار و با مقام‌های چینی دیدار کند. سفر روز یکشنبه آنتونی بلینکن به پکن در واکنش به شناسایی یک بالون جاسوسی چین بر فراز منطقه اساس نظامی آمریکا در ایالت مونتانا در شمال ایالات متحده لغو شد. بر اساس گزارش‌ها 3 انبار موشک‌های سعی آمریکا در پایگاه نیروی هوایی مالستروم در این ایالت قرار دارند. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز شنبه 4 فوریه در گزارش نوشت سفر بلینکن به چین به طور ناگهانی لغو شده است و این تصمیم هم به طور مستقیم به شناسایی این بالون بر فراز آمریکا مربوط است. موضوع روز شنبه دولت چین در قبال لغو سفر بلینکن به پکن در حال مطرح می‌شود که گزارش‌ها از شناسایی دومین بالون جاسوسی چین حکایت دارد. روز شنبه پدراید از سخنگوی پنتاگون اعلام کرد ما گزارش‌های از عبور یک بالون دیگر بر فراز آمریکای لاتین را نیز دریافت کرده‌ایم. ارزیابی ما این است که این بالون نیز یکی دیگر از ابزارهای نظارتی چین است. مکان دقیق دومین بالون هنوز اعلام نشده است، اما شبکه خبری CNN به نقل از منابع آگاه نوشت به نظر می‌رسد بالون دوم از جنوب در حال نزدیک شدن به حریم هوایی آمریکا است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوی بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئویمان را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدئوی با شما را و خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار و مددگار همه شما باشه.